یه نکته رو من سال هاست که توی مسائل فعالیت های خارج کشوری جمهوری اسلامی و حتی برخی فعالیت های داخلشون میبینم اینه که به هیچ وجه ما نباید به آمار رسمی و بودجه و ارقام بودجه نگاه کنیم. اصلا همچیزی نیست. اولا اقتصاد جمهوری اسلامی 30% غیر شفافه، دست سپاه و بسیج و نهادهای زیر نظر رهبری و استان قدس و نام این حرف هست. خب این 30% درآمدش کجا میره؟ هیچکی نمیدونه اصلا درآمدش چقدره، کجا هزینه میشه، کسی نمیدونه. که به خارج کشور میرسیم همینه، هیچ جا در ارقام بودجه نمیدونه پولی که خرج سوریه کردن بین 10 تا 15 میلیارد در سال خرج کردن کجا، تو کجای بودجه مثلا هم چیزی بوده. حالا میرسیم به این رادیو تلویزیون ها. ما اگه بیایم بگیم جمهوری اسلامی برای فعالیت در خارج کشور یا پیشبرد فعالیت کاراش در خارج کشور، صدور انقلاب یا صدور بنیادگرای اسلامی، هر اسمی رو میشه روش گذاشت، از چند پایه استفاده میکنه. یکی فعالیت‌های نظامیه، دوم فعالیت‌های مذهبیه، حوزه‌های علمیه، مدارس نمیدونم اسلامی و اینکه در سراسر منطقه و جهان راه انداخته، یکی همین سیستم تبلیغاتی و تلویزیونیه، و بعد ولخرجی‌هایی که میکنه، کلینیک مجانی میزنه مثلا لبنان، میاد غذای مجانی میده، کمیته امداد هست و و و این چهار تا. هیچ جایی اینا ارقامش به طور رسمی وجود نداره. در مورد رادیو تلویزیون حتی برآورد من اینه، چون وجود نداره و با چند نفر از کارشناسان مسائل رسانه‌ای که توی آمریکا من صحبت کردم، اینا رو براشون که بازگم کردم، برآورد اینه که ببینید یه تلویزیون مثلا تلویزیون المنار حزب الله، برآوردش این بود که در سال 20 میلیون دلار هزینه داره تلویزیون المنار. برآوردی که من به دست آوردم بود اینه که این شبکه‌ها یه چیزی حدود سالانه 150 میلیون دلار هزینه داره، اینا که خارج کشوری جون به غیر از مال صدا و سیما، شبکه‌های وابسته به سپاه قدس در منطقه و در دیگه جاهای جهان 150 میلیون دلار حدوداً در سال به نظر من هزینه داره، غیر از شبکه‌های وابسته به صدا و سیما. بله 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 بله، یعنی غیر از نمیدونم سحر و پرس تی وی و بله بله بله.